دست در نکنه باشه، سم خواهم دست در نکنی جایی بابی بلا کنه به سرم ایشال ماشده ماشان نمان جلا به سر خوشگلا به ماشان بابا خونه یه البته خیلی کار داره، خونه یه رکش وای سیبی کیلو آمینه آدم میمونه نگاه قلبت میبینه دوست پسر فلیف کرده بیا وای سیبی دارن زنی بخور بله زنی یه چایی با کیک دست بخته آبجو بخوریم بریم. سلام به دوستان و همراهان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر چی که هستین حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. به کانال خودتون خوش اومدین. امروز پنجشنبه است و ما طبق هر پنجشنبه که سما کلاس حضوری پیانو داره باید بریم رشت، ولی امروز چون خودمون کارهای دیگه داریم میخوایم زودتر بریم دیگه، گفت نهار رو زودتر دارم حاضر میکنم که سری نهار بخوریم و ظهر را بیفتیم، ولی کلاسش ساعت 6:30 غروبه. ما بریم کارمون رو انجام بدیم، از اون ور بریم سما رو ببریم کلاس. دیگه گفتم یه نهار ساده یه نهار ساده و سری درست کنم. دیگه گفتم که خیلی وقت بود لوبیا پلو نخورده بودیم، بذار یه لوبیا پلو درست کنم. امروز چه انقدر زبون من میگیره نمیدونم، عجله، هر وقت عجله داری همه چیزم انگار با هم دیگه گره میخوره و دست بالت هم گیره. خلاصه اینکه یه نهار گفتم که لوبیا پلو درست کنم، الان برنجم آبکش کردم گوشم آبش بره، مواد لوبیا پلو رو همونطور که میبینید آماده است. داخل قابلمه هم نونه از این نونهای تافتون آماده رو برش دادم، در اندازه ته قابلمه هم گذاشتم که حالا دیگه برنجم رو دم بذارم برم کارهای دیگه رو انجام بدم و سری نهار بخوریم بریم به سمت رشت. ممنون که مثل همیشه همراه من هستین. اگر دوست دارین تا پایان ویدیو ما رو همراهی کنید. خب دیگه حالا میخوام لوبیا پلومو دم بذارم. یکم از دیروز برنج کته گذاشته بودم اضافه اومده بود، گفت خب هر وقت برنجم اضافه میاد یا برای تعدی که برنج روز بعد استفاده میکنم یا زیر میریزم برنج تازه رو میزم روش که خورده بشه و اسراف نشه. الان میخوام این برنج دیروز رو بریزم زیر. میتونید اگه چیز لابلان بریزین، اصلا هم وقتی برنج دم میاد مشخص نمیشه. من حالا زیر میریزم ولی این قسمت های تدیگیشو برمیدارم. از همین مواد لوبیا پلو هم میریزم روش قاچی میکنم. آقا صدرام تشریف آورد. آقا صدرا دیشب باباش صدرا رو برده آرایشگاه موهاشو کوتاه کرده. غذا رو دیده ببین چی کار میکنه. ماما هنوز نپخته، میخوام دم بذارم تازه. پسرم بذارم بپزه بعد اول برات میریزم باشه؟ موهاشو کوتاه کرده ببینی چقدر خوشگل شده، آقا شده، پسرم چقدر ناز شده. وای خدا چی؟ بله بازی کردی باش بابا زیاد. آره پسرم خب باش برم برنج رو دم بذارم، دم اومد برات میریزم باشه؟ بذار مامون بریزم. خوشمزه است. این چی کار میکنه؟ آفرین. بذار بزن نزدیک. کمک کن. ببینید پسرم کمک میکنه. خب من به سما خانم میگم برو جاربرقی رو بیار. خونه رو قبل از رفتن یه جاربرقی بکشیم. یه گردگیری کنیم. دوباره بریم رشت. میگه که وقتی ما خونه نیستیم چرا باید خونه رو تمیز کنیم؟ آره دیگه نباید تمیز کنیم. چرا؟ چون که خودمون خونه نیستیم که بخوایم ازش استفاده بکنیم. نه دیگه وقتی چه باشیم چه نباشیم باید خونه تمیز باشه دیگه.
بعضش هم که اینکه آدم نمیخواد خونه تمیز کنه که فقط مثلا برای کسی. بعد خونه که نیستیم، خونه اگه تمیز باشه، اگه مثلا اون لحظه برسیم کسی هم مهمونی چیزی برسه، آدم خیلی راحت خونه تمیزه و دیگه استرس نداره. اینجوری نیست. ولی ما از 5 دفعه که بخوایم بریم بیرون، احتمالش شاید 2-3 دفعه باشه که مهمون بیاد. حالا اصلا مهمون نه. اینکه میای خونه تمیزه، آدم اصلا انرژی مثبت میگیره. من انرژی میگم. من دوستم وقتی در خونه رو باز میکنم، مثلا خونه نیستم، میام تو خونه ببینم تمیز باشه. اونجوری اگه ببینم خونه تمیز نیست، احساس میکنم خسته تر میشه. ولی وقتی خونه تمیزه، خستگیم در میره. من اینجوریم. حالا یه دوستی داشتم که میگفت ما خونه رو به این علت تمیز میکنیم که میگیم مثلا میریم جایی، شاید خدای نکرده زد ما افتادیم مردیم، بعد دوباره ما که مردیم خود دیگه خونه مگه کثیف باشه، مهمونا بیان خونه ما، آدما بیان، میگن وای چقدر خونهشون کثیف بود، آبرومون میره. بخاطر اینکه آبرومون خونهمون رو تمیز میکنه. ولی من اصلا به اون جنبه اصلا فکر نمیکنم، خدا نکنه که این اتفاق برای هیچ کس بیفته. بهش میگفتم بابا به جنبه های مثبتش فکر کن، به منفی چی مردی مهمون میخواد بیاد چی. ببین فکر کن که وقتی میرسی خونه، در خونت که باز میکنی و با صحنه از خونه تا در قسمت از خونت که روبرو میشه، خونه تمیز باشه، مرتب باشه، که خستگی رو اینا از تن در بره. دیگه نخواهی بیای وقتی حالا اومدی خسته ای تیز، حالا خونه تمیز کنی. خونه وقتی مرتبه، آدم آرامش بیشتری میگیره. البته این نظر منه، خود نظرها متفاوته، سلیقه ها متفاوته. سمام الان میخواد بهانه بیاره که خونه رو جارو نکنیم، ولی باید جارو برقی بکشیم بعد بریم. من جارو میکشم، شما ظرفا رو بشوی، من جارو میکشم. باشه، قبول؟ قبول بگیر. آره قبول. باش نه دیگه قبول، تقسیم کار کردیم، بریم به کارمون برسیم. فعلا نشینیم زیاد وقتمون میره. خدافزی کن، بای بای. دارم میام پسر جان، من دارم میام. خدافز. یه لحظه بیام ماما نهار بخوریم با هم دیگه، بریم یه دوری بزنیم، خونه رو نگاه بکنیم. خب سما خانوم تصمیمش عوض شد، خب من جارو میزنم. بس تو برو ظرفا رو بشور و آشپزخونه رو تمیز کن. آره سما داره شروع میکنه، ولی دلم نمیاد سما جارو بزنه. بهش گفتم زیاد خسته میشی، حرفمو گوش نکرد. حالا شروع کرد، گفتم حالا آشپزخونه رو بزن، بقیه‌شو خودم جارو میزنم. دیگه برم یه سالادی درست کنم که آقا سعیدم داره میاد.
بیا نهار دو بخور سر را. چیه؟ گوش نشه سر جان. نه گوش نشه. برش غذا ریختم. ببر بهش بده. بیا بیا. سالاد درست کنم. دیگه آقا سعید گفت ماست خیار برای من درست کنم. ماست خیار برای آقا سعید. ترشی برای من. سمان ماست خیار میخوره. اینم لوبیا پلو. به به. جای همه خالی. بیا دیگه خوبه تمیز شد خونه. بیا نهار بازم میخواد. بیارش همینجا پیش خودمون بازم من براش میریزم. اینا مال آقا سعدیه. به 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 آقا سعدی یه بازه دیگه بریزیم. آب میخواهید بشید؟ بله آب بدم. خیلی سمجم بیا. سمجم بیا قربونه تو برم. سمجم این اولین تعریف به شما. مه بر تست در نکنه عالی. سمجم یه آب بده قربونه تو برم. جو سر رو بازم میخواد؟ آره میخوره. برم زو اینا داشتم در این دختر اومده اون زبونش میچرخون عاشق لوبیا پلو است. میترسم داغ باشه. ماست قاطیش کن. ماست قاطی هم میگونه که بزر دام باش. باید کم ریختم. بریزم دیگه. بریز نه. اینکه مال بچه بود. حواسم نشد ادامه شد. سمو جان دو تا کاسه هم بیار برای ماست خیلی. خودم پذیرایی میکنم. دست در نکنه. باشه سم خواهم دست در نکنه جایی بابا. تنظیمش کنم. خواسته این سیزا. بیا. ماستی میخوری با جان؟ خودش بشین. سرجا جان بشین بخورش. آره. یا آب بری میاری. به 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 به. خلاصه ما کارامون انجام دادیم، آشپزخونه رو تمیز کردم، آماده شدیم که بریم رش. مامانمو با خواهرم هم گفتم ما هم میایم. دیگه شب گفتیم برمیگردیم. دیگه اونا گفتن چون شب برمیگردید ما هم میایم، مثل که خرید دارن، کار دارن. دیگه با هم بریم. دیگه آقا سعید و بچه‌ها رفتن پایین تو ماشین منتظر منن. دیگه منم درمه رو ببندم، برم سوار ماشین شم که اول بریم دنبال ماما اینا، بعد حرکت کنیم. بریم با هم دیگه به سمت رش. آره اینجا گازه. این هم اینجا اینجا جای تلویزیون و ایناست. پنجره جمعاله. صدرا اومده. اینجا خونه کیه؟ این سعدیه با سما. اگه بخوام بردارم یعنی اینا تو ساختمون اصلی خونه قسمت آشپز خونه است تا تر ببینید. اینجا هم که در ورودیه. درش اینه در خونه منجیلمونه.
اینجا هم پایگرده، یه اتاق خواب اینجا، یه اتاق خواب هم اینجا، اینجا هم که سرویس حمام و دستشویی راه رو میخوره، این هم که ورودی و آسانسور، این هم خونه جدید ما در رشت که البته فعلا حاضر نیست. آره واحد چهار طبقه آخر اینجا. بریم دیگه، خب بیان کلی قرار مهمون بیاد خونمون. اینجا سبز میدون رشته، ببینید شلو، همیشه شلو هست. ماما میخواد کفش بخره. از این کوچولوتر میخواستم برای پنکیک. آره صفحه هایی هست مخصوصه. آره یواش 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 بسرم یواش بمونه. این گله خیلی قشنگه. آقای شال نسکافه یه چند دستتونه؟ این پایینی پایینیش بهت میدم 130 قیمت عالی، همه جا 140 میشه. باز کنم اینه بده 130 تومن باز کن میزنم خیلی از پن دارم ازت فیلم میگیرم اشکال نداره. بدیم بیزم باید یه ساعت جدید بخرم. صدرا دو مدل اینجا اینجا دنیای شلوار بیا قربونت سقف
صد رو بین دیدی ها برو از این برو من نرو دوش ها بدیم بیدم داره دوش بدار یا اینجا صدر اینجا سیدیم به شهرداری زیبا اینجا قشنگ دیدیم که شهرداری رشت پتینای خسار بدم بوت بدم بوت پتینای خسار بدم بوت بدم بوت پتینای خسار بدم بوت بدم کجا سر نوده همه شون؟ دریایی از کی؟ نبو میفروشن نبو میخوری بگیرم؟ نبو الان چی نبو سبن چیه؟ بای باید کنم کارو باید کنم که بگیرم شاید باید کنم میری سراغ اسب بازی ها آره هوارد سازو میشنست همه رو شما میده آدم میمونه نگاه قلب بیمیده دوست پسر بیلیز گرده بیا مایسته میدن زنی بخور بیا زنی یک کلو تک بیمار ما خوش نداره و سخو نداره یه بیمار بخور خوب میشه بخور مایسته بیدن زنی یه میده بگر خوبشون ببر صد پوریه رو ببین آقا پوری آقا مایسته بید Thank you.
همه چشم نزنم همه روزی شام بخوریم بعد دلم کک خیس میخواد داری؟ دارم این وزه؟ ما یه دست مخواه از این بی زمن بده به به چقدر خوشمزه است بسی شویر نسلم
بعدش هم حالا دیگه دست دارم چیگه همون باشه اینگه؟ تو الان گرفتی مبارک آره خوشگله بسماریه کنارش یه چایی با کیک دست باخته آبجو بخوریم بریم بح بح شادی بیرشیم دو چایی بکن اون برداریم یه امشب خیلی قاطی پاتی خوردیم واسه شما بفرمایید یه ذره بذارم شما پاپ میبینیم نه نه ما خدا مار میبینیم بردن بشه زن کنم بفرمایید دست درن کنم بفرمایید تعارف نکنیم نیست دست درن نکنیم بچه خودم بیمونیم بخ بخ کمتون بگیم کک بیارم نه عالی بود چه خوشمزه شده ساده بیشه این یه داری کک بخون چیکار کردیم